چشم سوم، سازماندهی فکری و عملی برای گذر از حکومت اسلامی در ایران. حضور اندیشه در میدان کارزار با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو تلویزیون مانی. درود میگویم به شما بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی هستم. شما در هفته اخیر شنیدید که یک جسد مومیایی شده در اطراف شاه عبدالعظیم پیدا شده که گمان زده می شود جسد رضا شاه پهلوی باشه. حرفای زد و نقیزی در این باره زده شده. عوامل جمهوری اسلامی برخیشون این رو نفی کردن، یکی دو نفرشون تایید کردن، البته نگفتن این جسد مال کی هست. و خاندان پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی هم بعد از یکی دو روز که گذشت گفت که این به احتمال زیاد جسد پدر بزرگ من هست و باید محترمانه در یک جایی حفاظت بشه و دفن بشود، در حالی که پیشتر بسیاری میپنداشتن که موقعی که محمد رضا شاه از ایران خارج شد جسد پدرش هم با خودش برده. اما وقتی که شاهزاده رضا پهلوی و خاندان پهلوی میگن که اینطوری نبوده، گمان من شخصا این هست که اینها میدانستن که جسد در کجاست، منتها از ترس خلخالی ها و رژیم جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک راز خانوادگی پنهان نگه میداشتن و الان که این جسد کشف شده دارن مهر تایید میزنن که به احتمال زیاد این جسد مومیایی مال رضا شاه پهلوی است و حتی تقاضا کردن که با آزمایش دی ان آ این رو روشن کنن. همه اینها بحث فراوانی رو در جوامع ایرانی به راه انداخت. باز هم موافقها و مخالفها به میدان آمدند و هر کس در این زمینه چیزی گفت. ما امروز یک میزه گرد داریم، اما برای ما این نیست که بپردازیم به جزئیات این قضیه. ما میخواهیم درباره رضا شاه پهلوی و سایه روشنهای زندگی سیاسی فردی و اجتماعی او در این میزه گرد با شما بینندگان و شنوندگان سخن بگوییم. ببینید، ما در پایان دوره قاجاریه در یک نکبت عجیب و غریب و شگفت انگیزی فرو رفته بودیم. مردمانی بودیم که اکثرمون یا طویل خواب بودیم. من فراوان بیادم میاد که مردمانی از سرما میگریختن و در طویله هاشون میخوابیدن، چون امکان گرم کردن خونهشون رو واقعا نداشتن همه، یا در بعضی از سالها. در زمانی میزیستیم که پادشاهان قاجار بیت المال را خالی کرده بودند و مملکت به یک تباهی رسیده بود، بخشهایی از ایران جدا شده بود و بیکفایتی و ظلم و ستم سلاطین قاجار واقعا در نوع خودش بی‌نظیر. و در چنین فضایی یک سرباز، یک سردار میاد و این امکان رو پیدا میکنه که قدرت رو در تهران به دست بگیره و بعد وارد زندگی سیاسی بشه و کارهای شگفت انگیزی در یک مدت کوتاهی که در قدرت بود انجام بده. مثلا برای نخستین بار در ایران دانشگاه درست کرد، راه آهن کشید، جاده درست کرد، دادگستری درست کرد. ما شناسنامه نداشتیم، مثلا شناسنامه برای مردم ایران صادر شد. ما کلاه نمدی و چادر چاقچوری بودیم، لباس امروزی به تن ما پوشید، ارتش ایران رو بازسازی کرد و بسیاری واقعا کارهای دیگری که همه شما اگر منصف باشید و تاریخ رو نگاه کنید بهش اذعان خواهید کرد، جدا از هر گونه دشمنی یا دوستی با خاندان پهلوی. من گاهی واقعا فکر میکنم که اگر رضا شاه یکی از شاهان دوره هخامنشی یا ساسانی بود، امروز ما بهش چگونه نگاه میکردیم؟
بیگمان همه از او به عنوان افتخار ملی سخن میگفتند، حالا اگر همه نه خیلی ها، ولی چون معاصر ما بوده و ما ایرانی ها به جای اینکه بیاییم و واقعیت یک شخصیت تاریخی رو بررسی کنیم، یا از او بت میسازیم یا به گفته جناب بهرام چوبینی که امشب هم در میزگرد حضور دارن، از او یک اهریمن میسازیم و هرگز اون واقعیت قضیه رو، واقعیت فرد رو، شرایطی که او برخواسته، مبارزه کرده، زندگی کرده و کار کرده، خطا کرده و درست عمل کرده رو به درستی بیان نمی کنیم و سیاه و سفیدش می کنیم. خب در تمام این دوران 40 سالی هم که از جمهوری اسلامی عمرش میگذره، اون به اصطلاح بگوییم ارتجاع سرخ و سیاهی که ازش نام می بردن، همش علیه این خاندان پهلوی سخن می گفتن، از ملا تا دیگران، بیان که واقعا دستاوردهایی رو که اینا داشتن رو بیان بکنن و ضعفاشون هم بیان بکنن. مثلا در تاریخ ما خوندیم، انکار ناپذیر هم هست که رضا شاه در سالهای پایانی سلطنتش یک مقدار از املاک و دارایی های ملاکین و کشاورزان رو به نام خودش کرد و شروع کرد به ثروت اندوزی. اینا اسنادی دربارش هست، دوستان بیشتر اطلاع دارن در این باره سخن میگن. ولی یک موضوع مهمی که نظر من رو به عنوان یک آدم بیطرف جلب میکنه این هست که چرا انگلستان این همه دشمنی داشت با رضا شاه و او رو به تبعید فرستاد و بعد مشکلات فراوانی براش ایجاد کرد. همین اکنون هم اگر شما به رسانه رسمی فارسی زبان انگلیس نگاه بکنید و بشنوید، میبینید که همواره مثلا میگویند محمد رضا شاه آخرین پادشاه ایران. معنای دیگرش این هست که امکان بازگشت نظام پادشاهی دیگه در ایران وجود نداره. کی میدونه ما چگونه میتونیم مطمئن باشیم که چون این نظام برمیگرده یا بر نمیگرده؟ یا مثلا به شاهزاده رضا پهلوی میگن آخرین ولیعهد ایران، یعنی دیگه نظام پادشاهی برای همیشه از در بی بی سی و دولت انگلیس تعطیل هست و این دیگه آخریشه، چشمی برای بازگشت سلطنت به ایران نداشته باشیم. سلطنت مخالفان فراوانی داره، برای اینکه ما در طول حکومت‌های استبدادی سلطنتی مردم ایران رنج‌های فراوانی کشیدن و در این حال موافقانی داره، برای اینکه میگویند ما 2500 و اندی سال رو زیر این گونه نظام زندگی کردیم و هر آنچه داشتیم خوب و بد مال خودمون بوده و باید در واقع بررسیش کنیم و ارزیابیش کنیم. من میزبان میهمانان گرامی هستم، آقای دکتر حسن کیانزاد، آقای بهرام چوبینه و آقای جهانگیر لقائی، و از این دوستان خواهش کردم که به دور از تعلقات شخصی پدیده‌ای به نام رضا شاه پهلوی رو بررسی بکنن، سایه و روشنهای زندگی او رو با من و با شما عزیزان که ما رو میبینید و میشنوید در میان بگذارند. و ما نه در اینجا مجمع طرفداران نوعی از نظام هستیم، نه مخالفین نوعی از نظام. ما اینجا دنبال روشنگری هستیم و حقایقی که به نظرمون میرسه و میخواییم با شما در میان بذاریم. من از آقای دکتر کیانزاد خواهش کردم که نگاهی بیاندازن خیلی کوتاه به چگونگی برخواستن و مطرح شدن و قدرت گرفتن رضا شاه و تا به هنگام مرگش، تا ما یک چشمانداز روشنتری از زندگی سیاسی و اجتماعی او به عنوان یک پادشاه، یک سرباز، یک سردار داشته باشیم و بعد بپردازیم به تجزیه و تحلیل این قضایا. من به همه میهمانانم خوش آمد میگم و از آقای کیانزاد خواهش میکنم که میکروفون رو به دست بگیرم و با ما حرف بزنم. بفرمایید. بله، با درود بر دوستان گرامی و همچنین درود بر همیهنان عزیزمون در درون و برون از میهن عزیزمون ایران زمین. خب آنچه که امروز، یعنی در این روزهای گذشته
مطرح گردیده به گونه ای هم باید بگوییم که در جنبش هفته دی در کف خیابان های میهن اون مطرح کردید. یعنی دیگه مسئله این نبود که سخن از تنها شاهزاده رضا پهلوی به میان بیاد، بلکه از رضا شاه هم، یعنی به گونه ای تعریف و تقدیس از رضا شاه مطرح شد. اما در رابطه با شاهزاده، با رضا شاه، خب این بگوییم زاده آلاشت سوادکوه در مازندران، خب از یک خانواده ثروتمندی، در یک خانواده ثروتمندی به دنیا نیامد. پدر ایشون این گونه که تعریف میکنند میگویند خب یک آموزگار بوده، ولی خیلی به اصطلاح زود در میگذره و مادر رضا شاه این فرزندش رو که چند ماه هم تا اونجا که میدانیم بوده برمیداره در یک زمستان سرد رو به سوی در واقع تهران میاداره، برای اینکه در اونجا عموش در واقع زندگی میکرده، یا اگه اشتباه نکنم برادر، به اصطلاح برادر خودش. و داستان اصولا این سفر در میان یخ و برف به گونه‌ای بوده که میگویند رضا شاه، یعنی این اصطلاح طفل، احیانا فکر میکردن که از دست میرون، ولی خب سرانجام به هر حال به تهران میرسن و بعدت هم کم کم ایشون مدرسه میره یه چند سالی و بعد خودش رو میسازه، یعنی وارد مدرسه نظام میشه و راه پیشرفت و ترقی رو، و اینجاست که باید گفته بشه که مربوط میشه به در واقع شخصیت فردی هزاران هزار فرزندان دیگر این سرزمین بودند که همین راه رو در واقع رفتند. اما همواره در تاریخ سیاسی و اجتماعی جامعه در همه کشورهای جهان به این صورت که کسانی، حال هر اسمی که میتونیم براش بگذاریم، ابرمردانی یا شخصیت‌هایی پیدا می‌شوند که یک برداشت و درک دیگری از جامعه خودشون و مسائل کشورشون، مشکلات کشورشون دارند. یکی از اینها در واقع رضا شاه بوده. خب میآید از سربازی و بعد روپان میشه و بعد در واقع کم کم این مدارج رو پشت سر می‌گذاره، بعد رضا خان می‌شود و میه پنج و نخست وزیر، و سرانجام پس از در واقع خلق احمد شاه از پادشاهی، در واقع پادشاه کشور میشه. در تاریخ کشور ما نمونه های دیگری هم در واقع وجود داره و اصولا خود رضا شاه به هیچ وجه به دنبال سلطنت در واقع نبوده. دوستان همه میدانند و همیانان گرامی که به ویژه شخصیتی که به ویژه ملایان و شخص مدرس که بعدا یکی از مخالفین سرسخت در واقع رضا شاه شد، از رضا شاه خواستند که به دنبال در واقع جمهوری نرود، چون رضا شاه در واقع به مانند یعنی نمونه‌ای که براش وجود داشت ترکیه بود و به مانند ترکیه میخواست که در واقع در کشور یک جمهوری برقرار بشه. این است که به هر حال میپذیره و پایگزار مؤسس سلسله پهلوی در واقع میشه و بعد آغازی در واقع برای یک رنسانس اجتماعی و دگرگونی ریشه‌ای و بنیادین در جامعه ایران.
من وقتی که به گذشته می نگرم، در اون هنگام دورانی که هنوز رضا شاه سلطنت می کرد من 6-7 ساله بودم، ولی در آن هنگام هم حتی یادم میاد پیش از اینکه مدرسه برم، مدرسه رودکی که در واقع پاچنار بود، من 1 سال حتی به کودکستان رفتم و اصولا یکی از جنبش های اصطلاح بگوییم گسترده اجتماعی این بود که فرزندان این کشور دیگه مسئله فقط نبود اون کسانی که پول دارند، یعنی فرض فرمایید دبیرستان دارالفنون که در زمان امیرکبیر در واقع پایگذاری شد به وجود آمد، فرزندان اعیان و اشراف و رجال می توانستن در واقع به یه چنین در واقع مدارسی بروند، یکی دو تا از اینها اگر وجود داشت، ولی دیگران در واقع در مکتب خانه هایی بودند که درس قرآن رو بهشون ملایان می دادند. اما این مسئله که وقتی که فرزندان این کشور 7 سالشون شد باید مدرسه برن و بعد هم پسران در واقع لباس کازرونی همه با هم فرق هم نمی کرد، یک کسی که به اصطلاح بگوییم خانوادهش متمکن بود و اون کسی هم که در واقع متمکن نبود، من هنوز یادمه یک ماه پیش از این که در واقع نوروز بیاد، رئیس مدرسه از فرهنگ برای بچه هایی که می دونستند وضعیت خانوادهشون خوب نیست لباس کازرونی و کفش و چیزای دیگر رو برایشون می گرفتند و در اختیارشون می گذاشتند. دختران در واقع کشور ما با این روپوش خاکستری، بنابراین آموزش و پرورش از دوران پهلوی ها و رضا شاه در واقع آغاز کردید. مسئله کشف حجاب نباید فراموش کرد که در واقع پایان دادن به دوران سیاهی و نکبت در واقع حجاب و دخالت ملایان در رابطه با عرض شد مخالفتشون با جنبش مدرنیته. خب رضا شاه در این رابطه که بسیاری ازش انتقاد میکنند و میگویند که با زور چادر از سر عرض شد که زنان برکشید و یا روسری رو، باید این پرسش هم مطرح بشه آیا راه دیگری وجود داشت. تعریف میکنند که برای نخستین بار هنگامی که رضا شاه در واقع مسئله کشف حجاب مطرح کرد، به وزرای خودش و به خانواده خودش در واقع گفت در یک نشستی همه وزرا با زنانشون بدون حجاب باید بیایند و دختران خودش و زن خودش که کاملا روشن بود. میگویند که داور که وزیر دادگستری در واقع بود، زنش خیلی در واقع مذهبی بود و وقتی که آمد تنها آمد، با ترس و لرز ازش پرسیدن خانومت کجاست، گفت ایشون مریض شده. منظور اینه که مقاومت‌های بسیاری وجود داشت، راه دیگری وجود نداشت و این کشف حجاب یکی از باید گفت کنش‌های بسیار بزرگ و افتخار آفرینه که جامعه بگوییم زنان کشور رو که خیلی بسته زندگی می کردند و بیشتر در خانه ها در واقع، پای اونها رو در اون دوران به جامعه در واقع باز کرد و حقوقشون به گونه ای عرض شد که شناخته گردید. به نظر من این رنسانسی رو که ازش سخن به میان می آوریم از آن هنگام در واقع آغاز کردید و حال در واقع دوستان و همچنین بعد هم باز دربارش صحبت خواهیم کرد. گویانه شما بسته است جنابه. با پوزش از شما سپاسگزاری کردم. جناب لقای، شما با ارقام و آمار در ارتباط با اقتصاد کار میکنید، مطالعه میکنید، سوابقی در پژوهش‌های دست کم شخصی در این زمینه داشتید.
شما میتونید به ما بگید که در قیاس با دو آخرین روزها و سالهای زندگی مردم در دوره قاجار، رضا شاه در همون در 20 سالی که در واقع در قدرت بود چه کارهایی کرد؟ به لحاظ اقتصادی، وضعیت اقتصادی و مالی ایران کجا بود و به کجا رفت؟ در خدمت شما هستیم. با تشکر از شما و با درود به دوستان حاضر در میزه گرد و همینطور با درود به همیهنان عزیز، من یه توضیح کوتاهی بدم. شما در مورد دوره قاجار گفتی، در واقع در طول قرن 19 هم که قاجارها بر ایران حکومت می کردن و در واقع باز 20 ساله اول قرن 20 هم، من یه توضیحی توی این زمینه بدم. در تمام طول قرن 19 هم در ایران، حالا در ایالات یا ولایات یا استانهایی که بعداً به شکل استان در آمد، مرتباً ما یا وبا بوده یا طاعون بوده یا در واقع قحطی بوده و مرضهایی نظیر تراخوم، آبله، اینها در واقع در درجه چندم بودن. و خب وقتی که توی مملکتی به این شکل باشه، مثلا اگر در بلوچستان و سیستان قحطی بوده، بعد در همون موقع فرض کنیم یه استان دیگه بوده، وقتی اونجا این مسئله حل می شده، مسئله قحطی مثلا می اومده در منطقه کردستان، کرمانشاهان، و مرتباً ما با یک همچین چیزی در طول تاریخ قرن 19 دوره قاجار ایران مواجه هستیم. و من یه نمونه دیگه‌ش هم بگم، مثلا در سال 1293، یعنی میشه گفت که 8 سال از انقلاب مشروطیت گذشته، یک قحطی میاد در بخش مرکزی ایران، عراق و کاشان و تهران و این مناطق رو در واقع میگیره که یک سوم جمعیت از گرسنگی میمیرن، در حالی که همون موقع در آذربایجان به دلیل زیادی غلات، غلات رو مجبور میشن به دلیل اینکه بعدن شپشک زده بوده دور بریزن. علتش این بوده که اصلا امکانات ارتباطی که بشه چنین چیزی حمل کرد به راحتی وجود نداشته. من فقط یه نمونه بگم، اگر مثلا از لندن حتی در همون سال 1300، یعنی میشه 1921 در سال میلادی، اگر یه محموله از لندن میخواسته به تهران برسه، این بیش از 3 ماه در راه بوده، یعنی 6 هفته طول میکشیده تا برسه با کشتی به بصره و از اونجا بارگیری کشتی کوچکتر بشه بره به بغداد و از اونجا با چاروه‌دار، با قاطر و اولاق بیاد. زمانی که رضا شاه نخست وزیر شد در سال 1302، ما 2000 کیلومتر فقط جاده ای رو داشتیم که گاری و حتی دروشی هم نمیتونست بره، یعنی این وضعیت بود. ماشین رو که اصلا هیچ. خب وقتی که قدرت رو رضا شاه گرفت، شما 10 سال قبلش، یعنی سال 1293، ما تو اون منطقه قحطی داشتیم و در آذربایجان اضافه غلات داشتیم. اولین کاری که این کرد این بود که اولا جاده شوسه، جاده ماشین رو شروع کرد در مملکت به ساختن، که یکی از چیزهای اساسی و زیرساختی برای اقتصاده، چون شما باید از این طریق بتونید کالا در واقع جا به جا بکنید و اقتصاد رو را بندازید. 400 تا کامیون، امروز شاید به نظر این مسئله چیز بیاد، 400 تا کامیون فقط گذاشت برای جابجایی غلات، که دیگه این مسئله طاعون و وبا و گرسنگی از بین بره. و این رو احتمالاً بسیاری از هموطنان میدونن، در دوره قاجار پول در واقع مملکت ما به وسیله بانک شاهی
که در اختیار انگلیسا بود چاپ می شد. یعنی انگلیسا تشخیص می دادن چقدر باید تومان چاپ بکنن و یا چقدر نباید چاپ بکنن، و در نتیجه اساس پول ما در دست یه دولت خارجی به نام انگلستان بود و این امتیازش رو در دوران ناصرالدین شاه داده بودن به انگلیس. رضا شاه از سال 1306 یعنی در اردیبهشت 1305 رسما رضا شاه تاجگذاری کرد، ولی خب از آبان سال 1304 در واقع قدرت اصلی به عنوان سلطنت رو حالا نه پادشاه ولی به دست گرفت. در دو سال تمام طول کشید و انگلیس ها به شدت مقاومت می کردن که این بانک رو در اختیار دولت ایران نذارن. یعنی وقتی این بانک در اختیار دولت ایران قرار می گرفت، دولت ایران خودش تشخیص می داد که چقدر باید پول چاپ بکنه و یا چقدر نباید چاپ بکنه، و اساس این بود. و در واقع در سال 1308 این مسئله به هر حال از چنگال انگلیس ها در آمد و بانک ملی ایران در واقع تأسیس شد، که داز زمان رفتن محمد رضا شاه هم یکی از بهترین بانک‌های جهان بود. من فقط این رو بگم در دهه، یعنی در از سال 50 تا 56 بانک ملی ایران در اون زمان جزو پنج بانک اولیه جهانی بود که بهترین سیستم بانکی رو در اون دوره اعمال می‌کرد. در نتیجه ابتدای کار مسئله این بود که پول رو در اختیار خود دولت باشه، که در اون موقع نبود، و خود این صدمات زیادی به اقتصاد میزد. و بعد رضا شاه گفتم جاده سازی رو شروع کرد. تمام کارخونجاتی که میشه گفت در واقع پای ریزی شد در دوران رضا شاه صورت گرفت. و من میخوام این رو بگم که ما از سال 1304 تا سال 1320 که رضا شاه رفت، ما اقتصاد ایران اگر نفت رو کنار بذارید در واقع صادرات محصولات ایران تراز مثبت داشت. یعنی ما صادرات غیر نفتیمون بیش از وارداتی بود که در اون زمان داشتیم. من نمیدونم الان هنوز چقدر وقت دارم یا نه، میخوام به این نکته به اصطلاح اشاره بکنم. حالا علاوه بر جاده سازی که اصل مسئله هست و سیستم راهن، و به اضافه در واقع مسئله صنعتی کردن ایران، به این نکته هم اشاره بکنم که هی میگن آقا رضا شاه با آلمان ها زیاد نزدیک بود، در حالی که واقعیت چیز دیگری هست. نه اینکه از نظر اقتصادی نبود، دقیقا همینطوره، ولی دلیلش رو من بگم و بگم به چه دلیل این کار رو کرد و چقدر به نفع جامعه ایران در اون دوره حداقل تمام شد. خب من بسیار خوب، بله، اینو بذارید برای دور دوم. و در دور دوم من از آقای کیانزاد هم خواهش خواهم کرد که برخورد رضا شاه پهلوی رو با جنبش های تجدید طلبی از جمله شیخ خزعل انگلیسی به اختصار بهش بپردازن. خب برگردم به جناب بهرام چوبین. آقای بهرام چوبین، شما یک پژوهشگر هستید و من در آثار شما دیدم که هر پدیده‌ای رو که بررسی میکنید بیرون از اون پدیده میستید و بدون اینکه هوادار یا مخالف باشید اون پدیده رو بررسی میکنید. شما شخصیت رضا شاه رو به عنوان یک پدیده‌ای در تاریخ معاصر ایران و تأثیراتش و سایه روشنهای زندگیش رو در زندگی معاصر ما چگونه میبینید؟ لطفاً میکروفونتون رو باز کنید تا ما شما رو بشنویم. مانی جان، درود میفرستم به خود، به مهمانان بسیار عزیز و گرامی و به همه شنوندگان و یا بینندگانی که در آینده صدای ما را و تصویر ما را میبینند و میشنوند. اگر به صمیمانه و بی‌طرفانه بخوایم در مورد رضا شاه
گفتگو کنیم. باید در کمال صمیمیت گفت که رضا شاه بزرگ، برای اینکه یک انسانی که از سربازی تا سرداری، در حالی که از یک خانواده بسیار معمولی جامعه ایران بود و اون هم از شمال، اشرافزاده نبود، تحصیل کرده نبود، خارج رفته نبود، پشتیبانی نداشت، ولی با شجاعت و دلیری و در کمال با صفات بسیار بی نهایت جدی که در او سراغ گرفتند، هم دوران کسانی که در دوران او زندگی میکردند، حتی دشمنانش تأیید میکنند و قبول میکنند که بی نهایت در کارش جدی و صمیمی بود. این انسان بزرگ در یک زمانی به قدرت رسید که در حقیقت باید گفت یکی از استثنایی ترین زمانها و لحظه های تاریخ ایران. ایران در اواخر دوره قاجاریه گرفتار محمد علی شاه و مظفرالدین شاه که بیمار بود و اصلا کسی رو حتی در دربار او را زیاد احترامی هم بهش نمی گذاشتند، حتی خادمین و خدمتکارانش او را آبچی مظفر صدا می کردند. و بعد هم محمد علی شاه و کارهای بسیار ابلهانه او که مخالفت با جنبش مشروطیت ایران بود، احمد شاه که لحظه ای اصلا قرار نداشت هرچه زودتر ایران رو ترک بکنه و در سواحل فرانسه در لب دریا استراحت و عیاشی بپردازه، در این زمان که مردم ایران آواره، گرسنه، بیچاره و در منتهای ذلت و بدبختی و بیماری بودند، رضا شاه با کودتای سوم اسفند به قدرت رسید. من اینجا میخوام خیلی در کمال فروتنی و خیلی خیلی صمیمانه به شما بگم و امیدوارم که شنوندگان شما این توصیه منو قبول بکنن. به اون این هستش که در مقدمه کتاب 23 سال شادروان علی دشتی من یه مقدمه بسیار مفصل و طولانی نوشتم که یک سوم آن مربوط میشه به زندگی رضا شاه و تأثیراتی که آمدن او بر جامعه ایران گذاشت. رضا شاه سواد زیادی نداشت ولی انسان تیزهوش و برخواسته از جامعه خودش بود و به همین دلیل دردها رو میشناخت. سالها خدمت کرده بود در لباس قزاقی و در مکانهای مختلف. یکی از خصایص بسیار نیکوی رضا شاه این بود، این مرد بزرگ، که افرادی رو انتخاب میکرد در کنار او با او کار کنن که بسیار به کارشون آشنا و بی نهایت ایران دوست بودند و انسانهای با دانش و دانایی امروزی. خدمات رضا شاه به ایران فراوانه. من در اون مقدمه‌ای که گفتم، امیدوارم فرصت بکنن دوستان، کسای ما رو میشنوند، به مقدمه‌ای که رایگان هستش در صفحه من بهرام چوبینه کم بزنن ظاهر خواهد شد، میتونن دانلود کنن برای خودشون
رایگان و یا بخوانند، هر کاری دوستان هم میتوانند بکنند. در اونجا مفصلا بحث کردم در مورد خزعل، در مورد مسائل مختلفی که رضا شاه بانی و یا پشتیبان در حقیقت این تغییرات و تحولات بود. من یک چند خطی رو از این مقدمه برای شما میخوانم که شاید یک سرخطی باشه به قضیه خدماتی که رضا شاه کرد. در اینجا سخن جناب کیانزاد رو دنبال میکنم کوتاه. رضا شاه میل داشت ایران جمهوری بشه و به اینو توضیح مفصل دادم با اسناد مدارک در همین مقدمه کتاب 23 سال. ولی ملایان مثل نائینی، آیری، آیت الله خمینی، حتی حسن مدرس، سید حسن مدرس، اینها از او خواهش کردند، او رو دعوت کردند بخون و در قم با اون نشستن صحبت کردن، یک اعلامیه مفصلی نوشتن که در کتاب مرجعیت، عرصه مرجعیت و فتاویان ها رو حتی جمهوری اسلامی هم منتشر کرده و فتاوی برای رد جمهوریت و ایجاد پادشاهی، یعنی غیر مستقیم پادشاهی رضا شاه رو در حقیقت دستگاه روحانیت از او خواست که از جمهوری دست برداره به پادشاهی این رو قبول بکنه، زیرا پادشاهی با اندیشه های شیعی و احکام و آرا و اسلامی نزدیکتر است و درستر است. سیدر مصدق مدرس آدم ها رو در مردم شهر به بهارستان دعوت کرده بود و فریاد می زدن ما تابع قرآنیم. این آقای مدرس می گفت جمهوری نمی خواهیم. این جوارشون بود. ببینید همین این مسائل مفصل من در مقدمه شهر دادم، ولی این جمله رو، این دو چند جمله رو به میل دارم اجازه بدید با هم اگر تورانی شد صحبت بعدی من رو قطع کنید. ببینید رضا شاه زمانی که ایران ترک کرد چه کارهایی رو انجام داده بود؟ من فهرستوار برای شما میگم. تمرکز قدرت دولت در سراسر ایران، در حالی که ایران در زمان قاجاریه ملوک طوایفی و خیلی از مکانها و خیلی از استانهای شمال و جنوب و غرب کشور در دسترس قوای دولت مرکزی نبود. آرام کردن قبایل سرکش، محدود کردن قدرت روحانیون، کشف حجاب، تغییر لباس مردان، لغو القاب اشرافی، این دوله ها و سلطنه ها و غیره و غیره در زمان دوران رضا شاه ممنوع بود. باز در دوران محمد رضا شاه تجدید شد، گفته می شد، نوشته می شد و یا بر زبان رانده می شد، ولی در زمان رضا شاه ممنوع بود. اجرای نظام سربازگیری که اصلا ملایان مخالف با این سربازگیری، اصلا مخالفت ملایان در این مورد خیلی اسناد مدارکش هسته. تضعیف قدرت های فئودال و تأسیس مدارس ملی برای همه کس، همه ایرانیان. جناب کیانزاد درست فرمودن، من خودم در دوره دبستان لباس های کازرونی میگفتم و دخترها روپوش ارمک بهش میگفتن. جناب دکتر همه یک رنگ بودن، یعنی طوری بود که انسان ایرانی چه ثروتمند و چه غیر ثروتمند
می توانست از زندگی، از آموزش و پرورش و زندگی معمولی حرفی ببره و سود ببره. تأسیس دانشگاه، تأسیس دادگستری با قوانین و مدون امروزی، تأسیس وزارت فرهنگ و چند وزارتخانه دیگه، به کار انداختن راهن سراسری ایران که تنها از عوارض قند و شکر و چای و تنباکو اینها رو تأسیس کرده بود. ایران ثروتی نداشت، یک کشور بیچاره مفلوط بیپولی بود که یه چندر قاسم دولت استعماری انگلیس گاهی پرداخت میکرد به خاطر چپاول نفت ایران. تأسیس صنایع کوچیک مثل برق، کارخانه برق در تهران ایجاد شد. من خلاصه بکنم برای که از زمانی میدونم که از زمانی که باید در اختیار من باشه گذشتم، ولی دوباره تکرار میکنم، اگر به او بگوییم رضا شاه بزرگ، اگر او رو خطاب بکنیم به نام رضا شاه کبیر، بیراه نرفتیم و هرگز و هرگز خطاهای او را هم فراموش نخواهیم کرد، همچنان که در همین مقدمه اشتباهات و یا کارهایی هم که نمی باعث می کرد هم بهش اشاره کردم و توضیح دادم. آقای چوبینه، به نهایت برای ایران و برای آینده ایران بسیار مهم بود. طوفان جمهوری اسلامی با همه کثافت و نکبت نتوانست آنچه را که رضا شاه کبیر تأسیس کرده بود و برهم بزن، توانست یک رخنه ایجاد بکن، نکبت ایجاد بکن، اما نتوانست این قدرت رو، این چیزی رو که تأسیس کرده بود از بین ببرد. آقای چوبینه، در دور دوم از شما خواهش میکنم که در این باره هم به کوتاهی سخن بگید که آیا نوع اداره مملکت توسط رضا شاه گامهای نخستین برای سکولاریسم رو هم داشت یا نداشت، که به هر حال در برابر آخوندها ایستاد، اونها رو تا یه حد زیادی کنار زد و چیزهای دیگری که شما بهتر از من میدونید. برمیگردم به آقای کیانزاد. آقای کیانزاد شما ادامه بدید لطفاً، میکروفونتون رو باز کنید و اگر فرصتی هم بود به قضیه شیخ خزعل و امثالهم هم اشاره‌ای بفرمایید. و بله، به هر حال آنچه را که در رابطه مسائل اقتصادی و آبادانی کشور که جناب لواحی اشاره بردند و آنچه را که جناب بهرام چوبینه گسترده بیان داشتند و من اشاره بر این داشتم که به هر حال یک جنبش اجتماعی رنسانس بزرگ در تمام زمینه‌های در واقع کشور بود و اینجا برای بسیاری که بویژه خودشونو از طرفداران زندگیات دکتر محمد مصدق در واقع میدونند، ولی فراموش میکنند آن هنگام که در مجلس مسئله خلع به اصطلاح سلسله قاجاری مطرح شد، کسی که مخالفت در واقع کرد دکتر محمد مصدق بود، اما در رابطه با رضا شاه گفت به این دلیل ایشون مخالفت میکنه که اگر رضا شاه بیاد سلطنت بکنه، بعد این خدمات شایسته ای رو که در به عنوان سردار سپه و به عنوان نخست وزیر انجام داده دیگر نمیتواند انجام بده.
یعنی مخالفت دکتر محمد مصدق در آن هنگام فقط از این جهت بود. بنابراین این که این شخصیت، این به اصطلاح سرباز بگوییم که وطن عشق به باید گفت به کشورش، به میهنش در واقع بود، که درک این رو هم که داشت باید کشور رو از این دوران سیاهی و بسته خودش در تمام زمینه ها نجات بده. از سوی دیگر فراموش نکنیم که ایشون نگاهی هم به آنچه که در ترکیه از سوی آتاتورک در واقع انجام گرفته داشت، یعنی میدانست که یک جنبش به اصطلاح اصلاحی و رفرمیستی در آتاتورک در ترکیه در کشور همسایه ما در واقع آغاز کرده، و مسئله لایسیتهی که جرأت کرده بود آتاتورک در اونجا این مسئله جدایی دین از عرش و دولت رو به وجود بیاره. به همین دلیل هم بود یکی از کارهای اساسی و خیلی ساده اون هنگامی که دید که ملایان در برابرش ایستایی به خرج میدن، مقاومت در واقع میکنن، خیلی ساده مسجد ورشاد را به توپ بست. و چرا؟ به خاطر اینکه این کشش در واقع به پیش رو، جامعه رو در واقع از این دوران سیاسی و ذلت و خاری و بدبختی و بیماری و همه اون چیزهایی رو که در واقع تو این جامعه در واقع وجود داشت، خب جمعیت ایران بیشتر از 10-15 میلیون در اون هنگام نبود، در حدود 10-11 میلیون بود و این جمعیت هم همواره گرفتار مریضی و بدبختی و بهداشتی وجود نداشت، آبل کوهی وجود نداشت. من درست یادمه که مدرسه که ما می رفتیم خیلی ساده هم برای آبل کوهی هم برای مایه کوهی های دیگر و هم خیلی ساده جناب عرشبت که مانی برای بچه های مدرسه رو، ما توی خیابان ناصر خسرو در واقع بودیم، اونجا در واقع مراکزی بود که حتی برای دیدن دندونها می رفتیم. همه این چیزها رو در اون هنگام آماده کرده بودن، ساخته بودن. بنابراین در این رابطه بایستی بگوییم که در واقع این جنبش در تمامین هر شبت پهنه های زندگی مردم ایران بود. اما در رابطه با مسائل دیگری که جناب چوبینه به درستی برش اشاره بردند، خب کشور ملوک طوائفی در واقع شده بود. در شمال جنبش جنگل بود و در کاشان هم یکی از سرکش دیگری در واقع در مناطق قشقایی و بختیاری و اینها سیاست انگلیس در واقع ازشون حمایت میکردند و خانخانی در واقع کشور اداره میشد. شیخ غزل هم که بهش اشاره بردید، خیلی ساده رضا شاه میتوانست در آن هنگام فرض بفرمایید سپهبد امیر احمدی و یا یزدانپناه و یا یکی دیگه از این جنرال های خودش رو بفرسته بره و قائله رو تمام بکنه، اما در رابطه با شیخ ازل اتفاقا خودش بلند شد رفت اونجا و رفت اونجا گرفت نشست صحبتش رو کرد و جناب شیخ ازل هم برداشتن و آوردنش به تهران که در اونجا مدت زندگی کرد و بعد هم عرض شود که خب عرض شود در گذشت. اما به این قائله های تجزیه طلبانه که از سوی بیگانگان و به ویژه انگلیس حمایت می شد پایان داد. و فراموش هم نکنیم که در واقع روس و انگلیس کشور ما رو بین خودشون تقسیم کرده بودن. بنابراین و بعد هم در رابطه با پس از جنگ، پایان جنگ دوم بین الملل، خب بگوییم که اون کسانی که همیشه میگن رضا شاه عرض شد انگلیس ها آوردنش و انگلیس ها هم ازش حمایت کردن، خب چگونه است که مجبورش کردند و تبعیدش کردند به آفریقا، آفریقای جنوبی، و مجبورش کردند در واقع استعفا بده و اگر استعفا نده اصولا سلطنت رو از میان بردارند. بعد هم رفت اونجا در واقع ماند و بعد هم که میدانیم
در واقع در گذشت و به زندگیش پایان داده شد. بنابراین من فکر میکنم که نمیتوان تاریخ دوران پهلوی ها رو و به ویژه بنیانگذار سلسله پهلوی رو بدون رضا شاه اصلا قابل نمیتوان گفت که یک چنین در واقع پیشرفتایی میتوانست نصیب کشورمون در واقع بشه، که خب محمد رضا شاه پهلوی هم ادامه داد. و یه مسئله دیگری که من خواستم در اینجا اشاره ببرم این است که در صحبت ها در درازای این چند دهه گذشته که ملایان بر کشور حکومت می کنند، گهگاه که با شاهزاده رضا پهلوی مسائلی مطرح می شود و کسانی و خیلی ساده خود من هم یک بار و شاید چند بار مطرح کردم، نه تنها به دوران تاریخ گذشته کشور ما از جمله وقتی سخن از نادر به میان می آوریم و دیگران و بعد هم از پدر بزرگ ایشون در واقع رضا پهلوی، خب گفته میشه که در واقع ایشون در آن هنگام برپا استاد و در واقع این جنبش رو پیش برد. و امروز هم این گرفتاری ما در واقع این است که اگر نگاه به گذشته داشته باشیم جز این در واقع نمیتوان یک جنبشی بدون رهبری و بدون اینکه کسانی در واقع بدانند که به دنبال چه هستند و چه میخواهند و چه آماجی رو در واقع در پی دارند نمیتوان به نتیجه رسید. و این یه تجربه تاریخی است که ما هم در رابطه با گذشته در واقع در تاریخ چند هزار ساله کشورمون داشتیم و هم این تاریخ نزدیک عرض شود که 100 ساله گذشته و به ویژه در رابطه با شاه کبیر. بسیار خوب، سپاس فراوان. آقای لقایی، این که گفته می شود و نوشته می شود که رضا شاه در 5 سال پایان پادشاهیش زمین ها و اموالی رو از مال مردم، حالا مال هر کسی که بوده، به نام خودش کرده، این چقدر صحت و سندیت تاریخی داره؟ شما در این زمینه اطلاعی دارین؟ البته خب این آره روشن هست و در تحقیقات و کتاب‌های زیادی در این مورد نوشته شده و چنین چیزی بوده که خب رضا شاه حالا از یه جایی خوشش می آمده، حالا مستقیم نه اینکه خودش بگه، ولی حالا اطرافیانش که بودن مثلا می گفتن اعلی حضرت از اینجا خوشش آمده و طرف هم مجبور بود حالا اون ده رو که فودال ها بودن اینو به اصطلاح به اسم رضا شاه بکنم. ولی من میخواستم دنباله صحبتم رو در واقع بگم که پیشرفت اقتصادی که ایران در دوره رضا شاه کرد، که حتی ذوب‌آهن هم در کرج در واقع ساختمانش و یا پیریزی ساختمان شروع شد، ولی با شروع جنگ دوم این مسئله متوقف شد. اما برای اینکه این پیشرفت اقتصادی که در دوران رضا شاه که واقعا نسبت به دوره قاجاریه، یعنی اون چیزی که در طی این 16 سال از سال 1304 تا سال 1320 اتفاق افتاد در ایران، شما برای اینکه توسعه اقتصادی داشته باشید میبایستی شرایط اجتماعی رو فراهم بکنید. یعنی فقط کافی نیست که شما زیر ساختای اقتصادی مثلا جاده، راهن، بندر و یا کارخونجات نظیر مثلا نیروگاه های برق رو به وجود بیارید و بعد کارخونه بزنید بدون اینکه تغییراتی در سیستم مجموعه سیستم اجتماعی نظیر قوانین که مهمترین مسئله هست، که قوانین مدرن باشه که بتونه
اون تضمین لازم رو برای سرمایه گذاری که داخلی و چه خارجی بده. در نتیجه یکی از تغییرات اساسی که رضا شاه برای اینکه بتواند این به اصطلاح توسعه اقتصادی رو به پیش ببره، به وجود آوردن قوانین مدرن بود که نقش داور در واقع بسیار زیاد هست. یعنی تیمی که وجود داشتن، نظیر داور، نظیر تیمورتاش، اینها خدمات بسیار بزرگی رو به اون مملکت کردن. اینی که آخوندها و ملاها در واقع با رضا شاه این همه سر ستیز دارن، علت اصلیش همین بود که قضاوت رو و به اصطلاح اون چیزی که تعیین تکلیف بکنه که چیزی حرام است و حلال است رو از چنگال آخوندها بیرون کشید. و این به همین سادگی هم نبود. یعنی بدون این قوانین مدرنی که در اون روز به وجود آمد، امکان پیشرفت اقتصادی در ایران وجود نداشت. میبایست این قوانین به وجود بیاد و تمام اینها در دست آخوندها بود. شما اشاره کردید به این که خب شناسنامه رو یا آقای چوبینه که شناسنامه رو رضا شاه آورد، زمانی که شناسنامه در واقع اجباری شد، همین آخوندها فتوا دادن که آقا نرید شناسنامه بگیرید، چون دولت میخواهد اسم زنان و دختران شما رو بداند. یعنی در این حد اینها مقاومت میکردن. و یا زمانی که در مشهد حمام دوش آمد، اینها گفتن حرام است و زیر دوش نمیشه غسل کرد، شما باید در آب خزینه، که همه ما میدونیم چه وضعیت اسفناکی داشتن اون خزینه ها، در اونجا اینها فتوا دادن و حتی یک نفر هم کشته شد. یعنی مقاومت بسیار زیاد بود. و در واقع در اون دوره من تنها نمیخوام بگم رضا شاه، بلکه تیمی که در اون شرایط وجود داشت بسیار بسیار واقعا برای ایران خوب عمل کرد. خب این قوانین رو وجود آوردن، شرایط رو آماده کردن و در نتیجه باعث شد که اون پیشرفت و اون توسعه اقتصادی هم وجود داشت. شکی نیست اشتباهاتی وجود داشته. مثلا از سال 1310 خب احزاب در واقع ممنوع شد، در واقع به اون شکل حزب نبود. و علتش هم یکی از چیزهایی که لااقل رضا شاه دلیل داشت این بود که میگه آقا در مجلس اینا برای اینکه یه بودجه رو تصویب کنن میخوان 6 ماه طولش بدن و چنین چیزی با شرایط جامعه وفق نمیده. اما من میخوام به این اشاره بکنم، درسته که مثلا رضا شاه یه تعدادی رو کشت، از جمله تیمورتاش، یکی از به اصطلاح کارهای بسیار اشتباه بود در این زمینه. ولی باید توجه کنیم در همون زمان در اروپا نازی بر سر کار و بخش عمده ای از اروپا زیر چکمه های هیتلری داشت عمل میکرد. در همون موقع در کنار ما استالین بود که در اردوگاه های مرگش میلیون ها انسان داشتن میمردن و در این دموکراسی و آزادی رو که در این موقع ما در این شرایط امروزی یا حتی نیمه دوم قرن بیستم داره میشناسیم، در اون موقع در اروپا هم در واقع در اکثریت کشورهای اروپایی هم زیر چکمه ها داشت له میشد یا له شده. در نتیجه این به این معنا نیست که بخوام توجیه باشه، من فقط این رو گفتم که شرایط زمانی رو با در واقع بدونیم و که در اون موقع چی بوده. حتی رضا شاه اون گروه 53 نفر یعنی که ایرانی بودن حاضر نشد اینها رو به دادگاه نظام برسه و هیچ کدوم از اینها هم اعدام نشدن. در واقع ما اعدام سیاسی به اون مفهوم که مربوط به گروه های سیاسی باشه در اون دوره ما نداریم. فقط رضا شاه مخالفینی که احساس میکرد ممکن هست خطری رو برای خودش حالا یا مملکت ایجاد بکنن، اونها بود که این میشد. در نتیجه من میخوام این مسئله رو بگم، پیشرفت اقتصادی که در طی این 16 ساله صورت گرفت و تحولاتی که ایجاد شد،
یعنی زمینه‌های اجتماعی آماده شد تا این به اصطلاح توسعه اقتصادی وجود بیاد. واقعا در تاریخ ایران میشه گفت تقریبا کم نظیر هست که اینقدر تغییرات اون چی که در دوره قاجار بوده با اون وضعیت اسفناک و فاجعه بار. و شما اون موقع بعد ببینید در سال 1320 وضعیت ایران در کجا بوده، در این حال که من دوباره تاکید میکنم بر بسته بودن در واقع شرایط سیاسی در جامعه ایران با توجه به شرایط اون موقع جهان رو هم باید به اصطلاح در نظر گرفت، یعنی این مسئله رو هم باید دید، اما اون اشتباهات هم باید دید. اما خود رضا شاه در پایانه سلطنتش تقریبا به این موضوع پی برد. علتش این بود پیشرفت اجتماعی در ایران و پیشرفت اقتصادی. بهبودی که یکی از به اصطلاح نزدیکانی بوده که مرتبا با رضا شاه بوده و از دوران به اصطلاح حالا سردار سپهی باش بوده، میگه که یه روز رضا شاه در رامسر به من گفت این بهبودی این چه مملکتیه، که من هم شاه هم هم باید صاحب زمین باشم هم صاحب کارخونه باشم. البته منظورش کارخونجات رو دولتی میگفت، یعنی خودش متوجه شده بود که میبایست این فضای سیاسی باز بشه و شرایط تغییر پیدا کنه، چون پیشرفت بود. چیزی که در واقع میشه گفت از سال 1355 به بعد در دوران محمد رضا شاه اتفاق افتاد، توسعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی بسیار سریع ایران و تغییرات بسیار عمیق در زمینه اجتماعی و در زمینه سیاسی در زمینه اقتصادی، ولی همگام نتونست توسعه سیاسی به وجود بیاد و خود این باعث شد که نیروهای وامونده و پسمونده جامعه آخوندا در این شرایط بتونن از موقعیت استفاده بکنن و یه همچین وضعیتی برای مملکت ما پیش بیاد. بله آقای لقای گرامی، سپاس فراوان. سخنور پایانی این میزگرد آقای بهرام چوبینه هستند و امیدوارم که توی 5-6 دقیقه سخنان ناگفتشون رو بگویند و قضاوت و داوری را بگذاریم برای بینندگان و شنوندگان. بفرمایید، میکروفونتون رو باز کنید لطفا. باری جان، خیلی ممنون. در مورد رضا شاه حقیقتاً همگی ما اگر منصفانه به وجدان خودمون مراجعه کنیم و به اسناد مدارک مطمئنی که در پیرامون این شخصیت بزرگ منتشر شده مراجعه کنیم، باید اذعان کنیم، باید در کمال صمیمیت بگیم که این انسان، این مرد بزرگ با همکاران بسیار خوبی که برای خودش، ایران دوست که برای پیرامون خودش جمع کرده بود و همکاری میکردن با هم، خدمات بسیار بزرگی انجام داد. در حقیقت ما وارد قرن 20 میلادی شدیم، در حالی که قبل از رضا شاه هنوز در سالهای قمری و دوران ملوک و طوایفی و از قبیله ها و طایفه های غیره بود. آنچه که من میل دارم اکنون اشاره بکنم به شرایطی که قبلا در این مورد سوال کردی عزیز، ببینید در دوران محمد، در دوران رضا شاه اقلیت های مذهبی هیچ گرفتاری چند بزرگی پیدا نکردند. ارامنه، آسوریان، زردشتیان، یهودیان، در مجموع باید گفتش که آسیب در دوره رضا شاه دارم میگم به اونها وارد نشد. حتی در دوره رضا شاه به اونها اجازه داده شده بود، به خصوص به زردشتیان و یهودیان و ارامنه، مدارس خودشون داشته باشه. مدرسه ارامنه چهارراه قوام سلطنه
در تهران از قدیمی ترین مدارس ارامنه در ایران است. در دوره رضا شاه قبرستان ها و برای همه مذاهب مختلف ایجاد شد که جداگانه نظم و ترتیب شاخصی پیدا کرد. تنها اقلیتی که یه مدت خیلی کوتاهی به وسیله ملایان آسیب دید جامعه بهائیان بود که اینو به بلا فاصله رضا شاه فیصله داد و دیگر هیچ گونه مزاحمتی ایجاد نکردند برای بهائیان و در زندگی شریک و هم پای دیگران زندگی کردند و به کشور خودشون میهن خودشون خدمت میکردن، تحصیل میکردن. رضا شاه دانشجو به این مسئله اشاره نکردیم، دانشجویان فراوان این رو به خارج از کشور گسیل کرد برای تحصیلات عالی، برای که میدانست که کشور ما احتیاج مبرمی به متخصصین با تجربه دانا و خردمند داره. افسوس که تعدادی از همین کسانی که به خرج ملت ایران و به دستور رضا شاه و به خارج از کشور گسیل شدن و تحصیل کردن، پس از بازگشت به خود نه تنها رضا شاه، نه تنها به جامعه ایران، حتی به خودشون هم خیانت کرد. از جمله یکی از اونها بازرگان است که باید گفت افسوس که ما قدر این انسان بزرگ رو نشناختیم. و من با کمال راحتی در کمال صمیمیت بگم رضا شاه بزرگ، رضا شاه کبیر، بنیانگذار رنسانس نو و تجدد و فرهنگ جدید، فرهنگ روشن و نورانی عصر جدید رو تأسیس کرد. انتقاداتی بر او وارد هست، ولی باید فراموش نکنید که ایرانی از دل قاجاریه بیرون آمده بود، مردم بی نهایت عقب مانده از ذر دانش، سواد و ذهنیان و بی نهایت اسلام زده بوده و ملایان دسیسه های فراوان کردند علیه رضا شاه بزرگ و بعد از رفتن رضا شاه ادامه دادند و کشور را موریانوار خالی کردند و متاسفانه کشور ما به اینجای کشیده شد که اکنون 40 سال نکبت اسلامی رو با استخوان و گوشت و رگ خودمون داریم احساس می‌کنیم. درود بر اون مرد بزرگ، درود بر اون مرد بزرگ، درود بر اون مرد بزرگ و به همه زنان و مردانی که عاشق ایران هستند. زنده باش. و به ایران خدمت می‌کنه. و به ایرانی خدمت. سپاس فراوان آقای بهرام چوبینه گرامی و دیگر مهمانان. شما بینندگان و شنوندگان رادیو مانی هم میتونید به سایت radiomani.org مراجعه کنید، تمامی ویدیوهای ما در اونجا متمرکزن و هم میتونید از طریق اینستاگرام، تلگرام، لینکدین، گوگل و فیسبوک ما رو دنبال کنید. به همه شما بدرود میگم تا برنامه آینده. شادکام باشید و قدر خود را بدانید. ایران به دست شما ایرانی ها و به ویژه نسل جوان سپرده شده و شما هر یکتون میتوانید مانند رضا شاه یک سرباز برای یک میهن خوب باشید. بدرود.